بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با محمد الله حیدری سفیر پیشین افغانستان در سوریه و لبنان آقای حیدری سلام به شما خوش آمدین به برنامه در مورد وضع انسانی میخوایم در سوریه بدانیم جنگ ها و بدتر شدن وضع انسانی مخصوصا در شهر ادلب بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام خدمت شما و بینندگان محترم بحران <applause> هفت ساله سوریه و ایرانی های جبران ناپذیر را در کشور با وجود آورده و در این آخر شما شاهد بودین که مخالفین از بقیه ولایت هایی که در سوریه درگیری مستقیم با حکومت داشتن اینا بر اثر فشار نظامی که وارد شد تمامی گروه ها و نیروه هایی که از دیگر مناطق فرار میکردن از بقیه ولایت ها به ولایت ادلب متمرکز شدن که در اونجا ترکیه نظرش ای هست که ولایت ادلب یک ولایت تقریبا به تعبیر امروزی خود مختار اعلام شد یعنی حکومت سوریه در اونجا اقدام نظامی نکنه اما حکومت سوریه مصر هست و اصرار داره که حتما باید ولایت ادلب مثل بقیه ولایت های سوریه تحت حاکمیت حکومت سوریه باشه به با همین دلیل اختلاف بین ترکیه از یک طرف و بین روسیه و ایران از طرف دیگر در ادلب زیاد هست و در هفته آینده هم یک نشست بین رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در شهر تبریز ایران صورت میگیره که محور بحث و گفتگوها هم در مورد سوریه خواهد بود و مخصوصا در مورد ادلب چون در اونجا حکومت سوریه تمامی مخالفین طبق توافقات قبلی که اینا با مخالفین داشتن در هر ولایتی که شکست میخوردن بعد اینا رو می گفتن که شما برین در ادلب به ما تسلیم بکنین با تان طرف ادلب برن اینا متمرکز شدن در اونجا و از چهار طرف هم اینا در محاصره حکومت سوریه هست فقط یک طرف مرز ترکیه هست که یک دروازه یا دهلیز ورودی هست اما در بقیه اطراف حکومت سوریه تسلط کامل داره و تصمیم جدی هم داره که عملیات نظامی در اونجا شروع بکنه و مخالفینی که در اونجا هستن فعلا متمرکز شده است تمامی اطراف ولایت های سوریه نگران از این هست که اگر عملیات احیانا شروع شود و ترکیه و روسیه و ایران به توافق برسند که اینجا باید در کنترل حکومت سوریه باشه سرنوشت اینو چی خواهد شد اما آنچه که برمیگرده به وضع انسانی و نقض قوانین حقوق بشری و جرایم جنگی در سوریه چرا این موارد در نبردهای سوریه مد نظر گرفته نمیشه شما ببینید یک چیز تعریف شده در جانب مخالفین حکومت سوریه ما نداریم در این طرف حکومت سوریه هست احیانا اگر اقدامات صورت بگیره که مخالف توافقات بین المللی باشه در میدان جنگ بلا فاصل حکومت سوریه را مجامع بین المللی سازمان ملل شورای امنیت میگیره اما در جانب مخالف حکومت سوریه مجموعه هایی هستن که شما دیدید میشنوید و دیدین چی در افغانستان چی در عراق چی در سوریه و در بقیه نقاط داعش ان بعد نیروهای نظامی دیگری جیش الاسلام یا امثال اینا که عملکرد کرده از اینو تقریبا شبه عملکرد کرده داعش هست و تابع هیچ قانونی هم نیست و تابع هیچ مقرراتی هم نیست وقتی اینا در یک منطقه مسلط میشن از مخالفینشان از گردن بریدن گرفته تا سوزاندن و تا جگر انسان خوردن و امثال این چیزا هست در کنترل یک مجموعه قانونمند نیست و مناطقی مخالفین مسلح هست به طور طبیعی چیزا پیش می و متاسفانه مخصوصا باز در سوریه که اینا اکثرا از بیرون آمدن و هیچ گونه رحمی هم با مردم بومی منطقه هم ندارن اینا در صد دزی است که یا خودشان کشته شده یا جانب مقابل بکشه یعنی امیدی به زندگی ندارن اینا و راهی هم برای زی باقی نمانده این پول های پشت سر هم ایران کردن که اینا برگردن به کشورهایشان ای امیدم ندارن به همین دلیل اینا دست به هر جنایتی میزنه و در کنترلی هیچ کسی هم نیست و هیچ کس هم نمیتونه با کنار میتونه کنترل یا مدیریت بکنه به همین دلیل در گوشه گوشه سوریه جنایت حولناکی به وجود آمده یا به وجود میایه که ما و شما تا هنوز در خیلی از جاها ندیدیم و نخوندیم و نشونیدیم اما آیا این نقض قوانین حقوق و بشری و این وضعیت از طرف مخالفان حکومت سوریه هست یا هم گاه گاه خود حکومت سوریه هم باعث چنین موارد میشه تا هنوز مواری داره که بیانگر یک جنایت جنگی باشه یا جنایت بشری باشه سازمان های بین المللی هم از جانب حکومت سوریه گزارش نکردن رسما تا هان نگفته لا یک مورد یا دو مورد در سنوات گذشته اما از جانب مخالفین سوریه متاسفانه جنایت های زید بشری به قدری هست که اونا هر روز و شب و هر روزشان به چیز میگذره یعنی اونا در هر منطقه ای که وارد میشن زن مرد خورد بزرگ کمر قتلی هم میکنن میکشن خانه ها رو و ایران آتش میزنه بعد و هیچ گونه احترامی به هیچ کسی هم ندارن و تابع هیچ قانونی هم نیست به دلیل شما میبینین که اغلبا و اکثرا جنایت های ضد بشری که صورت میگیره در سوریه تقریبا جانب مخالفین هستین حکومت سوریه با توجه به یک مخصوصا دریا و آخر امیدشان با پیروزی تقریبا 90 درصد بالا رفته به صورت بسیار جدی احتیاط میکنه که کوچکترین حرکت های سر نزنه که مخالف با توافقات بین المللی یا مجامع بین با المللی باشه به با همین دلیل بسیار احتیاط میکنه اما جامل جانب مقابل مخالفین حکومت سوریه در قید و بند هیچ قانونی هم نیست به همین دلیل یک جنایت های رو مرتکب میشن که او را هیچ کسی هم نمیتونه اونها رو محاکمه بکنه یا اونا در بند هیچ قانونی هم نیست پس چگونه میشه که این وضعیت کنترل شود این وضعیت زمان کنترل میشه که حکومت سوریه در کلیه مناطق مسلط شوه و جامعه بین المللی سازمان ملل شورای امنیت کشورهای عربی منطقه ترکیه ایالات متحده آمریکا با و ایران هماهنگ شوند و بتوانند همین حکومت قانونی سوریه را کمک بکنه تا ای که بتوانند مناطق خود با سازی بکنه و همینطور رسوا را سوریه بیرون بکنه و خیلی از این کشورهای بیرون هست اغلب 80 درصد اینا رو تسلیم کشورهایشان بکنه رایش فقط هم که بیتونه که پاسخگو و مسئول در اونجا باشد تا بیتونه که اینا مجامعه بین المللی سازمان ملل شورای امنیت از این بازخواست بکنه که در این تو حاکم هستی چرا جنایت با وجود میه با بودن مخالفین مسلح هیچ کسی نمیتونه اونا محاکمه بکنه و در جای بتونه ملامت بکنه اما کشورهایی که در جنگ سوریه به نوع دخیل هستند یا ارتباط میگیرن به این که از طرف از اینا شمار از مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی میشه آیا اینا میتونن که کنار هم بنشینن و مسئله سوریه را حل بسازن و این نبردها در سوریه پایان پیدا کنه تقریبا در یه واخر شما میبینین که یک از کشورهایی که حامی بسیار جدی و عمده و اساسی و ستون فقرات مخالفین حکومت سوریه بود دولت ترکیه هست که چندین بار اینا در آستانه قزاقستان نشست کردن و به این نتیجه رسیدن که بودن همی حکومت فعلی و حکومت قانونی سوریه به نفع ترکیه هم هست بقیه کشورها هم تقریبا به همین نتیجه رسیده که بازور نمیشه حکومت فعلی سوریه را سرنگون بکنیم ایالات متحده البته سیاست خاص خودش در منطقه داره که تابع سیاست خودش است در بند سیاست نه سازمان ملل هست نه شورای امنیت که در یو در این نزدیک ها در چند روز یک پایه‌ای جدید نظامی دیگر هم در حسکه تاسیس کرده ایالات متحده آمریکا که منطقه نفتخیز و منطقه هست که در اونجا ذخایر گاز سوریه هست معادن گاز و نفت سوریه در اونجا احداث کرده بقیه کشورها به این نتیجه رسیده که نه خیر ما با می حکومت فعلی تعامل بکنیم با می حکومت فعلی باید همکاری بکنیم تا اینکه انم ای شعله های سرکش از مخالفین و تروریست ها دامنگیری مانع و اردن حکومت عراق قبلا هم کاری داشتن بعد بقیه کشورهای عربی به شکل قطر هم که فعلا هماهنگ است با ترک با ترک ها و ترکیه هم به صورت بسیار جدی به همین نتیجه رسید اما نقطه اختلافی صرفا نمی هست که ترکها مگه میگه در ادلب مخالفین هم اونجا باشه ارتش آزاد یا ارتش حر جیش الحر در اونجا حاکمیت داشته باشه اما حکومت سوریه به هیچ وجه قبول نداره مگه این ولایت ادلب مثل بقیه ولایت های سوریه در کنترل و در تحت حاکمیت حکومت سوریه باشه به با همین دلیل آمادگی گرفته ارتش سوریه که یک عملیات بسیار گسترده و سنگین را آغاز بکنه و نشاستی هم در هفته آینده صورت میگیره در تبریز ایران ما فکر می کنم رؤسای جمهوری سه کشور محور بحثشان شاید ادلب باشه و قضایای سوریه که در می هفته ای آینده صورت می گیره رئیس جمهور سوریه، ترکیه و ایران. و شکست مخالفان حکومت سوریه در ادلب آیا به معنای شکست اینها در سراسر سوریه بوده میتونه و امنیت تامین خواهد شد؟ دقیقا در بقیه ولایت ها یا به صورت کامل شکست خورده کلیه پایگاه های خرد و کوچیک حکومت مخالفین داعش امثال داعش و گروه های تروریستی در کنترل حکومت سوریه نه حکومت سوریه فعلا مسلط شده بر اوزا فقط جایی که مانده ادلب هست ادلب مرکز رهبری مخالفین هست یعنی کلیه گروه ها با تسلیحات خود با کسانی که فعلا در اختیار دارن در امیج متمرکز شده و یک مجموعه متراکمی از مخالفین هست که اگر حکومت سوریه بتواند در می ولایت ادلی موفق شوه به معنای از این است که دیگه داستان مخالفین حکومت سوریه در داخل سوریه خاتمه یافته تلقی می و دیگر مخالفین به به بس صورت یک مجمع متمرکز در یک ولایت در سوریه وجود نخواهد داشت ممنون از شما آقای حیدری از حضورتان در برنامه